سلام، سپیده قلیان هستم. قصد دارم در مورد اتفاقات اخیر یه سری توضیحات بدم. همونطور که میدونید من در پرونده مربوط به هفت‌تپه یکی از معدود افرادی بودم که مشمول عفو نشدم. به خاطر همین به نشانه اعتراض قصد داشتم بعد از پیگیری هایی که کمیسیون عفو برم یا اجرای احکام و این صحبت ها وثیقه‌مو بردارم و خودم برم زندان، چون که هیچ جرمی رو مرتکب نشدم و خب از اول هم با وثیقه گذاشتم مخالف بودم، اما خانواده‌ام به اصرار خانواده‌ام من موقتاً آزاد شدم. دیروز کمیسیون عفو رفتم، اونها به من گفتن که باید برم اجرای احکام. امروز مراجعه کردم اجرای احکام، هیچ ابلاغیه‌ای مبنی بر اینکه من با خودم معرفی کنم زندان به من داده نشد. توی سالن زمانی که وارد شدم، وارد دادسرای اوین شدم، قاضی اجرای احکام شعبه اول منو دیدم و گفتن که سرکار خانم قلیان بفرستید داخل. در باز شد و من رفتم داخل، گفتم که جریان عفو چیه؟ گفتن که خب یه درخواست عفو بنویس به رهبری تا ببینیم چی کار میتونیم برات انجام بدیم. وقتی که گفتم که من درخواست رو نمی نویسم، گفتن که خب بازداشت میشی، منتقلت میکنیم زندان قرچک. اصرار کردم که من ابلاغیه نیومده، تازه اگر هم من خودم قصد داشتم بعد از اینکه اگر این قضیه انجام نشه، اگر ببینم قضیه عفو چیه، قصد داشتم که خودم بیام و وثیقه رو بردارم و اینها، که گفتن که نه، تماس بگیر با خانواده‌ات بگو که منتقل شدی زندان قرچک. تماس گرفتم با خانواده‌ام، گفتم منتقل شدم زندان قرچک، تماس رو قطع کردم. بعد صدام زدن، گفتن که یه تعهد بده که خارج نمیشی و یک شنبه خودتو معرفی میکنی برای اجرای حکم به زندان قرچک، که من قبول کردم و موقتا اومدم تا روز یک شنبه که وسایلمو بردارم با خانواده‌ام خداحافظی کنم و برگردم زندان. در خصوص اعتراض من به این روند پرونده عفو و هفت‌تپه و اینجور چیزها یه سری توضیحات دادم که بعد از ورودم به زندان حتما منتشر میشه. خیلی ممنون، متشکرم.